تد کروز که از او به عنوان تنها صد مقابل دونالد ترامپ نامزده جنجالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یاد می شود شنبه شب موفق شد این رقیب سرسختش را در دو ایلات کانزاس و مین شکست دهد آقای کروز با ابراز خورسندی از پیروزیش در این دو ایالت گفت جمهوری در حال متحد شدن هستند آنها ما را در مبارزات انتخاباتی متحد می کنند 65 درصد از جمهوری خواهان از آن دارند که دونالد ترامپ بهترین نامزد برای مقابله با هیلاری کلینتون نیست این در حالی است که به نظر می رسد دونالد ترامپ همچنان نامزد محبوب جمهوری در این انتخابات باشد آقای ترامپ با اشاره به شکست دیگر رقیبش یعنی مارکو روبیو از او خواست که از دور رقابت ها خارج شود دور بعدی رقابت نامزدهای جمهوری خواه آمریکا در روز سهشنبه در ایالت های میشیگان، میسیسیپی، هاوایی و آیداهو ها خواهد بود.